سلام به همگی، بسم الله الرحمن الرحیم. درس 21 فیزیک برق شروع میکنیم. معادله سرکت برقی یا قانون دوم اوم است. ببینید اینجا دو فرمول داریم. یک فرمول است که جریان آی مساوی است به اپسیلون بر آر جمع آر کوچک جمع آر بزرگ. یکی تفاوت پتانسیل است که اپسیلون منفی آی ضرب آر است. اینی میره شاگرده عزیز معادله سرکت برقی میگن که در فرم خیلی با شما از این سوال میاد. از رابطه اولش 99% سوال آمده، از رابطه دومش هم احتیاطی باید داشته باشه که چی معنا داره. اینجا ببینید، خیر، معادله سرکت برقی یا جریان در یک سرکت برقی تابع مقاومت خارجی یا مصرف کننده، مقاومت خارجی یا مصرف کننده میگیمش، یا مصرف کننده و مقاومت داخلی است. صحیح شد. و دیگر تابع با قوه محرکه برقی یا EMF است. و تفاوت پتانسیل هم مساوی است به اپسیلون منفی آی آر. این را به خاطر مسئله این مسئله این شکل شما ببینیم. در این شکل شما دقت داشته باشیم، این نقطه ایستا، جریان از منفی به مثبت است، این نقطه ایستا، این نقطه بی است، این نقطه سی است و این نقطه دی است. این مقاومت داخلی است، این مقاومت مصرف کننده است. خب شما ببینید اینجا چی ما میبینیم. زمانی که از نقطه A به B میریم، یعنی از قطب منفی به قطب مثبت، از قطب منفی به قطب مثبت که میریم، ولتاژ زیاد میشه. با کدام اندازه؟ به اندازه اپسیلون زیاد میشه. شاگرد عزیز صحیح شد انشالله. زمانی که از مقاومت داخلی عبور میکنیم، باز ولتاژ به اندازه آی ضرب آی آر که آی دریجش در جریان است کم میشه. یک بار زیاد شد، یک بار کم شد. به اندازه چی زیاد شد؟ اپسیلون زیاد شد. به اندازه چی کم شد؟ آی آر کم شد. خیر، اینالا بین نقطه A و B تفاوت پتانسیل چطور پیدا میشه؟ که اونم فرمول V میشه شاگرد عزیز. همین فرمول V میشه. ای بین نقطه A و B تفاوت پتانسیل مساوی است به تفاوت پتانسیل در نقطه B منفی تفاوت پتانسیل در نقطه چی؟ A. یا در انجام های بیدری، یک انجام بیدری B است، یک انجام بیدری A است. خیلی تفاوت پتانسیل در نقطه B منفی تفاوت پتانسیل در نقطه A. خیلی من در نقطه A میگم که در نقطه A از منفی به مثبت میریم به اندازه اپسیلون پتانسیل V زیاد میشه. خیلی واضح نوشته میکنم که اپسیلون. و وقتی که مقاومت داخلی را عبور میکنیم، چون مقاومت که باشه جریان کم میسازه، ای به اندازه آی آر کم میشه. خیلی وی بی ما اپسیلون میشه، وی سی ما آی آر میشه. خیلی تفاوت پتانسیل مساوی است به اپسیلون منفی آی آر. که در صورتی که باز جریان صفر شود، جریان صفر باشه، باز تفاوت پتانسیل مساوی است به قوه محرکه بتری. شاگرد عزیز، خیلی دو فرمول با کنکور یاد بگیری. یکی آی مساوی اپسیلون بر آر ضرب آر جمع آر بزرگ کوچک، آر بزرگ جمع آر کوچک. باز اگر آر کوچک به مقدار اندازش خیلی کوچک بود، ازش طرف نظر میکنیم. اگر مجموعه مقاومت ها و مثلا مقاومت خارجی و مقاومت داخلی بود، سکما میگیریم. یک رابطه، دو رابطه. یعنی معادله را به نام معادله سرکت برقی تابع قوه محرکه برقی و دیگر مقاومت خارجی یا مصرف کننده و مقاومت داخلی یعنی مقاومت آر کوچک میشه. و هیچ توضیحاتش هم در اینجا براتون گفتم. حالا چیزی که در اینجا مهم است، سوالات کنکور عزیز، شاگرده عزیز، که شما باید سوالات کنکور از را یاد داشته باشه. سوالات کنکور از چی میشه؟ اول در فرم از به شما میاد، بله، یک EMF یک بیتری 12 ولت است. شما دقت داشته باشه، های من داشته میکنه میره 12 ولت. و مقاومت داخلی از R مساوی است به 0.05 اوم. R مساوی به 0.05 اوم. دقت داشته باشیم. انجام های بیتری با مقاومت مصرف کننده R مساوی به 3 اوم. آر مساوی به 3 اوم وصل است. گفته جریان پیدا کن، آی نامعلوم است. اینا از معادله سرکت برقی استفاده میکنیم. آی مساوی میشه به شاگرد عزیز اپسیلون تقسیم آر کلان جمع آر کوچک. پس آی مساوی میشه شاگرد عزیز اپسیلون قیمتش چند است؟ 12 است. آر کلان چند است؟ 3 است. آر کوچک 0.05 است. پس آی مساوی میشه به 12 تقسیم 0.05 جمعش کنیم، در حدود
چهار میشه، 12 تقسیم 3 4 میشه، خود 3 اشاریه فرض میکنیم 9 میگیریمش، 3 اشاریه 9 واحدش هم میشه چی؟ امپیر. صحیح شد انشالله. این سوال هم براتون حل کردم. سوال دوم شما متوجه باشید که من به شما علاوه کردیم. سوال دوم دقت داشته باشه، اگر ایم اف یک بدری 6 ولت باشه، ایم اف مساوی به 6 ولت شاگرد عزیز باشه، درست است؟ و در صورتی که مقاومت داخلی آن آران مساوی به 1 اوم باشه، 1 اوم باشه، درست است؟ و آی مساوی به 2 امپیر باشه، آی مساوی به 2 امپیر باشه، حتمی دیگه از شما مقاومت مصرف کننده یا مقاومت چی خارجی را خواسته. اما یک مسئله است، تفاوت پتانسیل خواسته، با معذرت، تفاوت پتانسیل اینجا آر کلان و آر کوچک هم برای ما داده، مقاومت داخلی 1 اوم و جریان 2، تفاوت پتانسیل پیدا کو. خب اینجا تفاوت پتانسیل خواسته شاگرد عزیز، خیلی من داشته میگم در حالت وی نامعلوم است. برای وی یک رابطه داریم که اپسیلون منفی آی ضرب آر میشه، اپسیلون ما از 6 منفی آی ما قیمتش از 2، آر ما 1 است، 2 1 2 6 بره، 6 2 بره 4، فایدش هم ولت میشه. ایران براتون شاگرد عزیز از الکدم جوابش شد 4 ولت، 4 ولت. سوال بعدی اگه باشه نیست، بس بعدی پلویستون است که دکتر مکتب حذف شده، فقط برای کنکور یاد بگیره. پلویستون یک اندازه‌گیری سری مقاومت ها استفاده میشه، اندازه‌گیری سری مقاومت ها استفاده میشه، آر مساوی میشه به آر 1 تقسیم آر 2 ضرب آر 3 است، نظرم آر 3 است، آر 3. فقط همه قیاد بگیرید که بر اندازه گیری سری مقاومت ها استفاده میشه، ای آر اکس است. شما بخیر که انجینر شده، باز یک عنوان درسی داری، حتی یک کتاب درسی داری به نام بحث سرکت یا جریان یا دوره بر شما بحث میشه، که یک درس خیلی عالی است. کسایی که انجینر میشن با وام باز میفهمن بیشتر. پلیوستون اندازه گیری سریع مقاومت هاست. در کنکور سابق سوالی تو میامد، دو تا سوال میامد، می پلیوستون متشکل از چند مقاومت است؟ یک مقاومت، دو تا، سه تا، چهار تا. ای خیر، متشکل از 4 مقاومت است. یک سوال کنکور سابق سوال میامد که پلیوستون متشکل از چند مقاومت معلوم است؟ در کل مقاومت 4 مقاومت ساخته شد، چند مقاومت معلوم است؟ 3 مقاومت، آر 1، آر 2، آر 3 معلوم است، آر اکس نامعلوم است. خیلی پلیوستون متشکل از 4 مقاومت است، 3 مقاومت معلوم، 1 مقاومت مجهول، و برای اندازه گیری سریع و زودتر مقاومت ها استفاده میشه. و بخیر کسی که انجینر میشه انشالله باز در مبحث سرکت ها از این استفاده بیشتر میکنن. حالا من فقط یک اشاره کردم که اگر سوال پنتود پرسان میکنه پلیوستون چیست، تو برش میگی که یک میتودی است که توسط میتونیم مقاومت ها رو خیلی سریع محاسبه کنیم. فرمولش چی است؟ آر اکس مثل بار 1 بر آر 2 ضرب آر 3 است. چند مقاومت دارید در کار رفته؟ 4 مقاومت. چند تاش معلوم است؟ 3 تا معلوم است و 1 تا مجهول. مجهولش آر اکس است، معلومش آر 1 و آر 2 و آر 3 شده. انشالله که لکچر آخر انشالله در مورد قوانین کرشوف بحث میکنیم، قوانین کرشوف که دو قانون است، در مورد دو شاگرد بحث میکنیم که انشالله باز با ختم لکچر بعدی فیزیک برق هم خلاص میشه، با سوال کنکورش است و یکم گپای اضافه می بود براتان یادآور میشه.